السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت همه خواهران و برادران مسلمانم. موضوعی را که میخوایم سرش صحبت کنم در مورد سوال یک خواهری است که سوال کردن که من زیاد دعا کردیم و دعا میکنیم که کرونا گم شود. متاسفانه کرونا گم نمیشه، دعایم قبول نمیشه و من بعضا ناشکری خداونده کردیم و جگرخون شدیم که چرا دعای ما قبول نمیشه. خواهر عزیزم، در مورد دعا و شرایط دعا کننده در ویدیو قبلی صحبت کردیم، میتونی ویدیو رو در چینلم ببینی. اما آل مختصرا میخوایم در مورد سوال خودت یک کمی صحبت داشته باشم. اولا ببینین، علم غیب فقط الله دارد و الله از غیب میداند و ما علم غیب نداریم و در مورد غیب هم ما چیزی نمیدانیم و این که چی به خیر ماست و چی به ضرر ماست را فقط الله سبحانه و تعالی خودش میداند. و دوم، هر مصیبت که میآید به خیر ما است، یعنی هر مصیبتی که میآید به خیر ما میباشد، لیکن ما نمیدانیم چطور، زیرا انسان را متوجه اعمالش میسازد. انسان که وقتی متوجه اعمالش شد اصلاح میشود و به طرف پروردگار رجوع میکند و خداوند میبخشد، که اینمی یک نعمت است که انسان اصلاح شود و خداوند ببخشایش و توبه کند و رجوعش به طرف پروردگار شود. و دیگری که اگر شهادت نصیب انسان شود، مرگ بدون شک حق است. یک روز نه یک روز همه ما از دنیا می رویم و مرگ ما را می بره. اما اگر کسی که در مریضی کرونا بگیره ایشو از دنیا بره، او شهید می شود، که شهادت در دین ما و شما مصیبت نیست بلکه به خیر ما و شماست. و دیگه این که پروردگار خودش می فرماید، میگه بعضی اوقات شما یک چیز بد می برین در حالی که در او خیر شماست، و بعضی اوقات شما یک چیز دوست می داشته باشین در حالی که او به ضرر شماست. پس چیزی را که ما دوست داریم و او به ضرر ما باشه و چیزی را که ما بد ببریم و به خیر ما باشه، ایره خودش به خود پروردگار می داند. بنابراین ما هر مصیبتی که می آید ایره نباید شر فکر کنیم و بفهمیم که امکان داره اون مصیبت به خیر ماست و ما خود ما خیر ما را نمی دانیم. و دیگه خودت که شاید کرونا را مصیبت فکر کنی یا شر فکر کنی یا فکر کنی که چرا دعا میکنم گم نمیشه، لیکن به گمان من بیبی کرونا که هست درس اصلاحات برای مردم داده. چرا کم درس اصلاحات؟ امی کشورهایی که ما شما زندگی میکنیم کشورهای غیر اسلامی مبدل به کشورهای اسلامی شدن. چطور؟ قمارخانه ها بند شد، شرابخانه ها بند شد، رقاصه خانه ها بند شد، حتی بانک هایی که سود می گرفتن سود خدا بند کردن و تنها مقصد از مردم می گیرن. و دیگه درس اصلاحات، کشورهایی که داد از تکنولوژی می زدن، داد از ابرقدرتی می زدن که ما ابرقدرت هستیم، ما تکنولوژی داریم. همه کشورها ببینین تمامشان در مقابل یک ویروس بسیار کوچک عاجز ماندن و نمی تانن این ویروس نابود کنن. پس اینا از این غرور و کبر و تکبری که داشتن به مردم نشان می دادن، کلشان در مقابل از این ویروس عاجز ماندن. دیگه کرونا به ما درس نظافت و نزاکت داد. بعضی مردم بودن که نظافت هیچ مراعت نمی کردن، حتی می دیدین در بیرونا که عطسه می زنن یک دسمال حتی در بینی خود نمی گرفتن. اما امروز ببینی همه متوجه نظافت شدن و ماسک می پوشن و دستایشان چندین بار می شوین و چقدر متوجه هستن که باید نظافت مراعت شود. و دیگه همی کرونا که است یک تفریح به طبیعت شد. همه ما شما به یک تفریح ضرورت داریم، امی طبیعت هم به تفریح ضرورت داره. فضای آسمان رو میبینیم از دود کمپانی ها، دود تیاره ها بسیار آغشته و دود شده بود و فضایش تغییر کرده بود. اما از برکت امی کرونا طبیعت صاف شد، طبیعت پاک شد، یک تفریح برشد. همین زمینی که ما زندگی میکنیم ببینین امرای دود موترها و کمپانی ها و کشتی ها آغشته شده بود، این برش یک تفریح شد که پاک شد، پاکاری شد، طبیعتش صاف شد. بناهن ما باید هیچ مصیبتی را شر فکر نکنیم و فکر نکنیم که این مصیبت به ضرر ما می باشد، چرا که چی به ضرر ماست و چی به خیر ماست را خود پروردگار می داند و هر وقت که خدا خداوند بخواه خودش بدون شکیره از تمام جهان نیست نابود میکنه. ما دعا کنیم، دعا کردن باید همه دعا کند، لیکن ای که دعای ما چه وقت قبول میشود و خدا پروردگار خیر ما را میداند، او مربوط خود پروردگار میشود.
زیاد وقت نمیگیرم، در آخرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.